جهان متشکل از تصویر هاست و هر تصویر تکه ای از جهان را نشان می دهد. به همین دلیل سینما تکه تکه کردن جهان است. در نهایت جهان به شکل کلی تصویری است که مانند یک کریستال تصاویر دیگر را بازتاب می دهد. این تعریف دلوز از تصویر کریستال است. فیلم هجوم با توجه به فرمی که دارد از نظر دلوز جزو فیلم هایی است که تصویر کریستالند. یعنی بخش هایی از فیلم خودش را بازتاب و یادآوری می کند. اما چگونه؟ دلوز این عادت جالب را دارد که برای کلماتی که معانی از قبل مشخصی دارند، معانی جدیدی تعریف کند. برای مثال دلوز توضیح می دهد که منظورش از ایمیج یا تصویر فعل آن است، به معنای متصور شدن یا تصویر چیزی را در ذهن دیدن. برای مثال اصطلاح تصویر زمان در فلسفه دلوز همان تصویر کردن گذر زمان است. دلوز برای مثالی بصری در کتاب سینما دو به این صحنه از فیلم اواخر بهار یاساجیرو اوزو اشاره می کند. تصویر زمان یا همان تصویر کردن گذر زمان در دید دلوز از سه مرحله تشکیل می شود. تشخیص، یادآوری، رویا. اگر یکی از دوستان را بعد از چندین سال ببینید، در اولین مرحله تنها او را تشخیص می دهید. در لحظه های بعدی خاطرات مشترکتان را به یاد می آورید و وارد مرحله یادآوری می شوید. حالا اگر همراه دوستتان رویای مشترک در آینده را با هم تصویر کنید، وارد مرحله رویا شده اید. در فیلم هجوم، مرحله اول علی نگار را می بیند و تصویر سامان را تشخیص می دهد. مرحله دوم خاطراتی از سامان و نگار که یادآوری می شوند. به مرحله سوم علی از رویایی می گوید که به شکل خود را دیدن است. کلیت هجوم و سه بار نقش گرفتن علی را می توان همین سه مرحله از تصویر زمان دانست. علی با سه بار نقش گرفتن در طول فیلم زندگیش را سه بار تجربه می کند. بار اول تنها با اتفاقات روبرو می شود، بار دوم زندگیش را به یاد می آورد و بار سوم رویای خودش را محقق می کند. یعنی یک زندگی چند باره. اما این تکرار در عمل خود پدیده دیگر را به وجود می آورد. میلان کندرا در بار هستی می نویسد زندگی فقط یک بار است و ما هرگز نخواهیم توانست تصمیم درست را از تصمیم غلط تشخیص دهیم، چرا که ما در هر وضعیتی در زندگیمان فقط یک بار فرصت داریم تصمیم بگیریم، در حالی که هیچ وقت نمی فهمیم تصمیممان درست بوده یا نه. زندگی دوباره و سه باره و چهار باره به ما داده نمی شود و هیچ وقت نمی توانیم تصمیمهایمان را با هم مقایسه کنیم تا به بهترینشان پی ببریم. کندرا از ایده بازگشت ابدی نیچه کمک میگیرد. فرض کنید همه اتفاقاتی که در این زندگی با آن روبرو بودیم، تمام جنگ‌ها، کشتارها، انقلاب‌ها، بلایای طبیعی تا ابد تکرار شوند. آیا بار سنگین نشان بعد از گذشت تکرار تصاویرشان کم می‌شود؟ آیا باز هم همین تصمیم‌ها را می‌گیریم؟ آیا باز هم نسبت به خطاهایمان بی‌اعتنا خواهیم بود؟ آیا مسئولیت ما در قبال همه چیز سنگین‌تر نمی‌شود؟ این اتفاقی است که در فیلم هجوم می‌بینیم. وضعیتی که علی در آن پیوسته قرار گرفته. همه تصاویر بارها و بارها تکرار می‌شود. دیگر زندگی برای او همین یک بار نیست. از پیش می‌داند با چه موقعیت‌ها و تصاویری روبروست. تمام آنها را قبلا تجربه کرده و تصمیم‌هایش را می‌داند، حتی اگر مدام با عواقبشان روبرو شود. ما بدون هیچ تجربه قبلی وارد این زندگی می‌شویم، مثل تخته سفید که روی آن تصویری شکل نگرفته. اما اگر این گونه نبود، آیا مانند علی پیوسته همین دایره تصمیمات را با اطمینان طی می‌کردیم؟ شما تا انگارتون چیزی شروع می‌کنید؟ معمولا بچه‌ها رو دایره می‌کنید. دایره کن. بچه‌ها تشکیل دایره بدید.